به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما بینندگان گرامی برنامه هفت‌نامه. در هفت‌نامه این هفته نیز تمرکز اصلی بر جنگ و صلح افغانستان خواهد بود. حمله گسترده طالبان به ولایت هلمند، تصمیم ترامپ برای خروج پیش از موعد نیروهای آمریکایی از افغانستان و مخالفت تلویحی دبیر کل ناتو با این تصمیم از موضوعات محوری وابسته به شرایط میدانی افغانستان است. در بخش خارجی نیز دستاوردهای تازه انصار الله یمن و آشوب و اعتراض بی‌سابقه در اسرائیل علیه نخست وزیر نجیم را مرور خواهیم کرد. در آغاز افغانستان در هفته ای که گذشت. با امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، خشونت‌های این گروه نیز افزایش سرسام‌آور یافت. اما از روز یک شنبه 21 میزان بود که با آغاز درگیری گسترده میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان در مرکز و دست کم 3 ولسوالی هلمند، این خشونت‌ها به اوج خود رسید. با گفته فرمانده پلیس هلمند، طالبان از ولایت‌های قندهار، فراه و اروزگان گرده هم آمدند تا این ولایت را سقوط دهند. این جنگ تا کنون به آوارگی بیش از 5000 خانواده هلمندی منجر شده است. هلمند هم برای طالبان، هم برای دولت و هم برای نیروهای خارجی یک ولایت راهبردی است. این ولایت مرکز تولید بخش انبوه مواد مخدر افغانستان است و برخی ولسوالی های آن در تصرف طالبان قرار دارد. مراکز اصلی فرماندهی طالبان با حضور استراتژیست های نظامی پاکستان نیز در این ولایت مستقر است و حضور قابل توجهی از نیروهای القاعده در ولایت هلمند نیز این ولایت را متفاوت از سایر ولایات ساخته است. هلمند از مراکز اصلی طالبان در افغانستان به ویژه در حوزه جنوب محسوب می شود. از سوی دیگر جنگ تریاک بخشی از کارزار طالبان برای حضور در هلمند شمرده می شود. این ولایت در سالهای گذشته علی‌رغم حضور سنگین نیروهای خارجی به تنهایی نزدیک به نیمی از مواد مخدر افغانستان و جهان را تامین می کرد. دخالت نیروهای آمریکایی در جنگ هلمند و بمباران مواضع طالبان برای آنچه دفاع از نیروهای امنیتی افغان خوانده شده است نیز ریشه در اهمیت راهبردی این ولایت برای آمریکا دارد، وگرنه آمریکایی‌ها مخصوصا پس از امضای توافقنامه صلح با طالبان حاضر نشدند در سایر ولایات کشور برای دفاع از نیروهای امنیتی افغان و علیه جنگجویان طالبان وارد عمل شوند. بر بنیاد آنچه مقام‌های محلی گفته‌اند، جنگجویان طالبان از چند ولایت دیگر در هلمند گرد هم آمدند تا آن را به عنوان نخستین مرکز شهری پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا به اشغال خود درآورند. این می‌تواند برای گروه طالبان سرآغاز شمارش معکوس برای براندازی دولت مرکزی باشد. بنابراین جنگ هلمند تنها یک درگیری ساده و معمولی نیست، بلکه به احتمال قوی پشت این جنگ دست‌های قدرتمند خارجی قرار دارند و اتاق عملیات جنگ هلمند جایی در آن سوی مرزها است. این جنگ نشان می‌دهد که طالبان از دست یافتن به قدرت از مسیر صلح‌آمیز ناامید شدند، زیرا روند دوحه همان گونه که انتظار می‌رفت و بن‌بست خورده و طالبان نمی‌توانند به نتایج آنطور که در توافق آن گروه با آمریکا ترسیم شده امیدوار باشند. این در حالی است که نیروهای خارجی نیز در یک دوراهی دشوار بین صلح با طالبان و تعهد به حمایت از نیروهای امنیتی افغان گرفتار شدند. فشار سنگین افکار عمومی افغانستان و جهان هم این دشواری را مضاعف می‌سازد، زیرا جنگ جاری در افغانستان همان گونه که در بیانات رئیس جمهوری در انستیتوت دوحه هم تصریح شد، دارای ابعاد پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی است و به دلایلی که اشاره شد، هلمند می‌تواند مرکز اصلی این جنگ فرامرزی باشد. با این حال، اگرچه نیروهای آمریکایی مدعی حملات هدفمند به مواضع طالبان شدند، اما واقعیت امر این است که توییت ناگهانی ترامپ مبنی بر بازگرداندن نیروهای آمریکایی تا عید میلاد مسیح به خانه‌های خود، انگیزه جنگجویان طالبان برای براندازی دولت مرکزی از طریق اشغال مراکز شهری در ولایت‌های راهبردی را دوچندان کرده است. آن گروه در پی موضع گیری ترامپ با تجمیع نیروهای خود در هلمند سعی می کنند
کابل را از راه زور در مسیر سقوط قرار دهد. بنابراین آمریکا نمیتواند نسبت به آنچه در هلمند میگذرد بی تفاوت بماند، زیرا آمریکا و دیگر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان از یک سو یکی از اضلاع مهم و کلیدی جنگ پیچیده تریاک و تجارت سیاه و سودآور ناشی از آن هستند که پایتخت آن ولایت هلمند است، و سوی دیگر هنوز هم در افغانستان حضور دارند و دست کم روی کاغذ متعهد به حمایت از نیروهای افغان در جنگ علیه طالبان و تروریسم میباشند. اما به نظر می رسد اوضاع بسیار ترسناکتر از چیزی است که تصور می شود، زیرا با خیز طالبان برای سقوط شهر استراتژیک لشکرگاه و سوق دادن جنگ از مناطق روستایی به مراکز شهرها، بیم آن می رود که جنگ هلمند در توازی با آنچه در دیگر ولایت‌های بحران زده کشور می گذرد، نیروهای دولتی را دچار فرسایش کند و طالبان در میدان نبرد برتری پیدا کنند. این برتری به جز مسئله امنیت و حاکمیت ملی، از نظر سیاسی هم به نفع دولت و مردم افغانستان نیست، زیرا می تواند معادله صلح در میز مذاکره با طالبان را به نفع آن گروه تغییر دهد و موضع دولت را بیشتر از پیش تضعیف کند. جنگ هلمند پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از خروج تمامی نیروهای آمریکایی تا کریسمس امسال خبر داد. این در حالی است که هفته گذشته مارک میلی رئیس ستاد ارتش آمریکا گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مسئولانه و متناسب با شرایط است. در مطلب زیر به تحلیل تصمیم شتاب زده دونالد ترامپ پرداخته ایم. جنون قدرت طلبی دونالد ترامپ رئیس جمهور خودشیفته آمریکا بسیار آشکارتر از آن است که تردید در نگاه ابزاری او به همه چیز و همه کس را برتابد. او در بازنمایی مکرر این ویژگی شخصیتی خود تا آنجا پیش رفته است که حاضر است همه چیز و از جمله خود آمریکا را که وی شعار بازگرداندن قدرت و عظمتش را سر می‌داد، قربانی پیروزی خود در انتخابات ماه نوامبر کند. تصمیم او برای بازگرداندن ناگهانی و بدون برنامه نیروهای آمریکایی از افغانستان، اگرچه اقدامی تبلیغاتی و معطوف به جلب آرای رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ماه نوامبر است، اما پیامدهای بسیار مدهش و مخوفی برای آمریکا خواهد داشت. در دوره سکونت آقای ترامپ در کاخ سفید، وجهه ابرقدرتی آمریکا به دلیل اقدامات یک جانبه و عهدشکنانه دونالد ترامپ و تکتازی او در خروج از سازمان‌ها و معاهدات بین المللی عمیقاً آسیب دیده و از اعتبار جهانی آن به شدت کاسته شده است. دونالد ترامپ تا کنون از 11 پیمان مهم بین المللی خارج شده و نامش را به عنوان رئیس جمهور تعهدگریز و پیمان شکن در تاریخ جهان و آمریکا ماندگار کرده است. تصمیم او برای بازگرداندن ناگهانی و انتخاباتی نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز در ادامه همین رویه و رویکرد مبتنی بر بدعهدی و ابزاری نگری او نسبت به امور و مسائل بسیار مهم و حیاتی قابل تفسیر و تحلیل است. ترامپ و تیم همراه او در بازی‌های سیاسی صلح و جنگ و انتخابات بدعهدی‌های خود نسبت به افغانستان را از 2 سال پیش و دقیقاً از زمانی آغاز کردند که با گروه طالبان وارد مذاکره مستقیم و مشروعیت بخش در دوحه شدند. طبق برنامه قرار بود شمار نیروهای آمریکایی تا ماه نوامبر به 4 تا 5 هزار کاهش یابد. همچنین قرار بود که بر اساس توافق آمریکا و طالبان نیروهای خارجی در ازای ضمانت‌های ضد تروریستی طالبان تا ماه می 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. اما آنچه این برنامه را مختل می‌کند، فوق برنامه ی آقای ترامپ برای پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است. بدیهی است که افغانستان تا ابد وابسته به آمریکا نمی‌ماند و روزی باید روی پای خود بایستد. اما تصمیم ترامپ برای خروج ناگهانی و پیش از موعد نیروهای آمریکایی از کشور، آن هم در شرایطی که افغانستان از جهات گوناگون در تنگنای فشارهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی گسترده است، نشانگان فروپاشی اخلاق انسانی و دیپلماتیک در کاخ سفید است و براینده آن بی‌اعتمادی همپیمانان جهانی آمریکا به این ابرقدرت و در نتیجه انزوای ایالات متحده در سطح جهانی از رهگذر بی‌باوری جهانی
جهانی نسبت به پایداری این ابرقدرت در عهد و پیمانهای راهبردی بین المللی است. این بیباوری اکنون آنچنان گسترده و عمیق است که حتی اگر توییت ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی تا کریسمس امسال از افغانستان عملیاتی هم نشود، کمکی به بازسازی دیوار فروپاشیده بی‌اعتمادی به آمریکا نخواهد کرد. در گذشته هم رئیس جمهورهای قبلی ایالات متحده آمریکا بارها و بارها این مسئله را ادعا کرده بود که نیروهای آمریکایی را از افغانستان باز می‌گردانند، ولی همچنان این بیشتر فقط در زمان کمپاین انتخاباتی مطرح بود و پس از کمپاین انتخاباتی گاهی اوقات شاهد افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان بودیم و گاهی اوقات شاهد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان، و در نمیتونیم بگوییم که به عنوان یک استراتژی بلند مدت و یک استراتژی آمریکا است بازگرداندن نیروهای آمریکایی را از افغانستان و خروج این نیروها را از افغانستان، بیشتر به عنوان یک تاکتیک انتخاباتی محسوب میشه تا اینکه به عنوان یک استراتژی، چرا که استراتژی آمریکایی ها در منطقه به ویژه در افغانستان بیشتر حفظ بحران هست و آمریکایی ها حفظ بحران بیشتر به نفع خود میدانند تا اینکه ثبات و امنیت و صلح و آرامی در منطقه و به ویژه در افغانستان. ترامپ با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اقفال رای دهندگان آمریکایی در انتخابات پیش روی میاندیشد، اما از عواقب کار خود یا کاملا غافل است و یا خود را به غفلت آگاهانه زده است. او نمی‌خواهد بداند که بازگشت نظامیان آمریکایی از افغانستان هرگز به معنای پیروزی آنان در نبرد با طالبان و تروریسم نیست، زیرا از یک سو پس از 19 سال حضور نظامی ایالات متحده در کشور به بهانه موجه مبارزه با تروریسم، جغرافیای جنگ فراگیر و همگانی شده و طالبان برای ورود فاتحانه به شهرها لحظه شماری میکنند و از سوی دیگر برخلاف توافقنامه دوحه، ارتباط این گروه با سایر جریانهای تروریستی و از جمله القاعده همچنان به قوت خود باقی است و این تضمین طالبان مبنی بر تهدید نکردن منافع و امنیت آمریکا را از اعتبار ساقط کند. به نظر می رسد برای جلوگیری از عملیاتی شدن این تصمیم جنون‌آمیز راهی جز ایجاد موج بازدارندگی توسط نخبگان سیاسی آمریکا وجود ندارد. در غیر آن هم روند صلح شکست خواهد خورد و هم قدرت‌های منطقه‌ای و مخصوصاً رقبای سیاسی آمریکا در سطح منطقه برای پر کردن خلأ حضور آمریکایی‌ها و یارگیری‌های گسترده از میان نیروها و جریان‌های سیاسی نظامی کشور مبادرت خواهند ورزید که برایندش فروپاشی کامل افغانستان و هدر رفتن همه هزینه‌های هنگفت جهانی برای بازسازی ساختار سیاسی امنیتی کشور خواهد بود. اما دبیر کل ناتو در واکنش به توییت اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای این کشور از افغانستان میگوید برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید با شرکای بین المللی مشورت شود. و همچنین با تاکید بر این که حفظ امنیت دراز مدت افغانستان به نفع اعضای سازمان ناتو است، افزود که ما در خصوص آینده مأموریتمان در افغانستان مشورت خواهیم کرد. موضع دبیر کل ناتو در برابر تصمیم ترامپ مبنی بر خروج کامل و زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است بازتاب دهنده مخالفت صریح این سازمان نباشد، اما او به طور تلویحی در مقابل این تصمیم ایستاد و آن را به چالش کشید. دبیر کل ناتو بار دیگر اذعان کرد که تصمیم به خروج کامل نظامیان غربی از افغانستان مبتنی بر شرایط خواهد بود. شرایطی که نه تنها در حال حاضر فراهم نیست، بلکه در سایه صلح آمریکا و طالبان و تشدید تحرکات تروریستی مرگبار و لجام‌گسیخته آن گروه و متحدان تروریستش بدتر و بحرانی تر هم شده است. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ بر این نکته هم تاکید کرد که تصمیم به خروج یا هر تغییر تازه دیگر در مأموریت این سازمان در افغانستان
ایران باید بر بنیاد مشورت صورت بگیرد. او به این ترتیب یک جانبه‌گرایی دیکتاتور معابانه ترامپ را به چالش کشید و ظاهراً از اینکه ترامپ به ناتو به مسابقه یک سازمان زیر امر و تحت قیمومیت کامل خود نگاه می‌کند و در تصمیم مهمی مانند خروج ناگهانی کامل و زود هنگام از افغانستان هم با آن هیچ مشورتی نکرده است، منزجر و خشمگین است. به همین دلیل آقای استولتنبرگ تصریح کرد که ناتو پس از رویداد 11 سپتامبر و به منظور کمک به آمریکا به افغانستان لشکرکشی نظامی کرد. منظور او این است که آمریکا هم باید در مقابل شخصیت حقوقی و اعتبار نظامی ناتو را به رسمیت بشناسد، به آن احترام بگذارد و پس از مشورت با اعضای این سازمان درباره خروج یا حضور در افغانستان تصمیم بگیرد. جنبه دیگر موضع دبیرکل ناتو نگرانی عمیق این سازمان درباره تبعات و پیامدهای امنیتی تصمیم ترامپ است. یانس استولتنبرگ تاکید کرد که خروج از افغانستان پس از آن امکان پذیر است که امنیت به طور پایدار تامین شود و این اطمینان به دست آید که افغانستان بار دیگر به کانون امن تروریست های بین المللی تبدیل نخواهد شد. او برای نشان دادن مخالفت ضمنیش با تصمیم ترامپ تصریح کرد که تامین امنیت پایدار در افغانستان به نفع آمریکا هم هست. بر این اساس ناتو شدیداً نگران پیامدهای خطرناک این تصمیم عجولانه است و سخنان هشدار آمیز و مخالفت جویانه یانس استولتنبرگ به نحو پررنگی این نگرانی و هراس را بازتاب می‌دهد. ضمن آنکه ناتو به دلیل بی‌اعتنایی اقتدارگرایانه ترامپ عمیقاً احساس حقارت و سرخوردگی می‌کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ در حالی از بازگرداندن نیروهای خود از افغانستان خبر داد که نشریه آمریکایی فارین پالیسی در گزارش روز دوشنبه خود نوشت در آستانه خروج نیروهای بیگانه از افغانستان با نگاهی به این سالها میتوان دید که آمریکا بازنده این جنگ طولانی بوده است. نشریه فارین پالیسی روز دوشنبه نوشت 19 سال پیش و پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر در مرکز تجارت جهانی، آمریکا برای شکست دادن و بیرون راندن طالبان از افغانستان وارد این کشور شد. پس از سالها جنگ، خونریزی و ویرانی، این حضور تأثیری در بهبود وضعیت افغانستان نداشته و آمریکا همچنان با جنگ‌های پرشماری دست به گریبان است. سال 2001 آمریکا به منظور دستگیری و کشتن ملا عمر حمله مسلحانه‌ای به قندهار انجام داد که به کشته شدن شماری از غیر نظامیان انجامید، اما ملا عمری در کار نبود. چنین حملاتی بارها و بارها برای کشتن نیروهای طالبان انجام شد، اما در برخی از آنها حتی یک طالب نیز وجود نداشت و تنها مردم عادی کشته می‌شدند. این نشریه افزوده است این حملات بسیاری از مردم افغانستان به ویژه صحرانشینان را آواره ساخت و عزیزانشان را از آنها گرفت. بسیاری نیز خانه های خود را رها کرده و از افغانستان فرار کردند. طالبان از این فرصت استفاده میکرد و بستگان افرادی که در این حملات هوایی کشته میشدند را برای پیوستن به گروه خود دعوت میکرد و از این طریق برای خود نیرو جمع میکرد و به نیروهای خود میافزود. حتی بسیاری از افرادی که با طالبان مخالف بودند نیز با آغاز چنین حملاتی از سوی نیروهای خارجی به طالبان ابراز همدردی کردند. در ادامه این گزارش آمده است پس از انجام توافق میان آمریکا و طالبان چندی است که طالبان موافقت کرده است با دولت افغانستان وارد مذاکره شود. این مذاکرات در دوحه قطر انجام می شود. با این وجود همچنان جنگ در برخی ولایت‌های افغانستان میان نیروهای دولتی و طالبان در جریان است. مردم افغانستان در فقر به سر می‌برند و از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم هستند. فارین پالیسی در پایان نوشت به نظر می‌رسد ایالات متحده از زمان ورود به افغانستان بازنده بوده است. در حال حاضر رهبران گروه طالبان مقابل مقامات آمریکا و افغانستان نشسته و مذاکره می‌کنند. دولت دونالد ترامپ اعلام کرده است که تا سال جدید میلادی تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. حالا پس از 2 دهه وعده ساختگی، اشتباهات جدی سیاسی، شکست‌های پرشمار و ویرانی، هنوز هم آینده افغانستان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در هفته‌های گذشته نبردها در ولایت معرب یمن به اوج خود رسید و نیروهای ائتلاف سعودی متحمل شکست‌های سنگینی شدند. بر پایه گزارش‌ها در این نبردها معادلات میدانی با پاکسازی بیش از 4000 کیلومتر از مساحت اشغالی به سود نیروهای ارتش، رزمندگان کمیته‌های دفاع مردمی و قبایل متحد یمن تغییر کرد. به گفته یک منبع میدانی که از نزدیک تحولات را در ولایت معرب قلب یمن را دنبال می کند، عملیات نیروهای یمنی پس از کسب پیروزی های گسترده و خیره کننده همچنان در محورهای جنوب غرب و جنوب ولایت معرب علیه نیروهای ائتلاف سعودی ادامه دارد و متوقف نشده است. این منبع میدانی با بیان اینکه ولایت معرب مهمترین پایگاه اشغالی رژیم سعودی در خاک یمن به شمار می آید، افزود خطوط دفاعی نیروهای ائتلاف در ولایت معرب فرو پاشیده و پیشروی رزمندگان در محورهای جنوب و جنوب غرب گام به گام با موفقیت پیش می رود. بر اساس اطلاعاتی که این منبع میدانی در اختیار رسانه ها گذاشته است، نیروهای یمنی در ادامه عملیات در محور غربی بخش حریب حملات را از مناطق معشرا و موشرالاسفل آغاز کردند و موفق شدند چند منطقه را از اشغال خارج کنند و به کنترل در بیاورند. و گفته این منبع میدانی در جریان درگیری ها و با پاکسازی هایی که صورت گرفته است، نیروهای یمنی به 7 کیلومتری منطقه راهبردی و مهم ابله رسیدند. و با بیان اینکه در این عملیات حداقل 60 کیلومتر مربع از مساحت اشغالی پاکسازی شد، افزود در صورتی که رزمندگان یمنی به منطقه ابله برسند، جاده اصلی کمک رسانی به نیروهای ائتلاف سعودی در بخش العبدیه قطع خواهد شد و از سوی دیگر سرعت پیشروی ها برای پاکسازی این بخش چند برابر می شود. به گفته منابع میدانی با پیشروی های صورت گرفته در محور غربی بخش حریب، رزمندگان یمنی یک گام دیگر به مرزهای مشترک بخش الجوبه نزدیکتر شدند و درگیری ها با نیروهای ائتلاف سعودی به منطقه الفا کشیده شده است. در اسرائیل ماه هاست که مخالفان نتانیاهو نخست وزیر دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز می‌زنند. این تظاهرات با شرکت ده ها هزار نفر از یهودیان ساکن در اراضی اشغالی فلسطین یک شنبه گذشته به اوج خود رسید و 1200 نقطه از اسرائیل را تحت پوشش قرار داد، اما در تل‌آویو پایتخت به خشونت کشیده شد. معترضان اسرائیلی که جمعیت انبوهی از یهودیان ساکن در قدس اشغالی را تشکیل می‌دهند، نزدیک به 3 ماه است که علیه فساد نتانیاهو و اوضاع بد اقتصادی به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند. سرزمین‌های اشغالی در سومین ماه متوالی شاهد اعتراض علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. معترضان فساد مالی نتانیاهو و سوء مدیریت وی در بحران کرونا را برجسته کرده و خواستار برکناری او هستند. در ادامه این اعتراض‌ها، اراضی اشغالی فلسطین شاهد تجمعات ده‌ها هزار نفری علیه سیاست بنیامین نتانیاهو در بیش از 1200 نقطه بود. رسانه‌های عبری تظاهرات شنبه شب گذشته را بی سابقه توصیف کردند. رسانه‌ها همچنین گزارش دادند پس از یورش معترضان به یک ایست بازرسی نیروهای پلیس، درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان به وجود آمد. در تل‌آویو 2 اعتراض برگزار شد. اولی در میدان رابین و تظاهرات دوم در میدان تئاتر حبیما. تظاهرکنندگان پرچم‌های رژیم صهیونیستی و پرچم‌های سیاه و بنرهایی را حمل می‌کردند که شامل نوشته‌هایی در محکومیت نتانیاهو بود. تظاهرات همزمان با تعطیلات یهودیان موسوم به شادی تورات و تعطیلی اعمال شده برای مبارزه با شیوع کرونا است که طبق آن صهیونیست‌ها نباید از منازلشان بیش از 1000 متر دور شوند.
جنبش پرچم‌های سیاه که از سازمان دهندگان این اعتراضات است، برخی نیروهایش را در نزدیکی تظاهرات شمال تل‌آویو مستقر و اعلام کرد. پلیس رژیم صهیونیستی با برخی از خشونت‌ها علیه تظاهرکنندگان از سوی طرفداران نتانیاهو برخورد نمی‌کند. نتانیاهو تظاهرات را تلاشی برای زیر پا گذاشتن دموکراسی می‌داند و رسانه‌های صهیونیستی را به تحریک علیه خود متهم می‌کند. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.